اون چیزی که تحت عنوان تمامیت یک پدیده در یک مفهوم کلی خودش رو داره معرف میکنه، به نظر میاد که یه جوری توهمه، خیاله. شاید اینجا حالا جلسات پیشم اشاره کردیم اسپینوزا به کمکمون بیاد که اسم این رو میذاره شناخت نوع اول، شناخت بر اساس کلیات، مفاهیم کلی که یه شناخت کاذبه و ما رو با واقعیت محسوسمون مواجه نمی‌کنه. ما این تقابل رو، حالا اگر بخوام برگردم به خود ماکیاولی و از ماکیاولی کمک بگیرم برای این ماجرا، در قالب حالا درگیری ماکیاولی با سنت اومانیستی سر مفهوم حقیقت مؤثر دیدیم، یعنی اونجا خودش رو نشون داد درگیری ماکیاولی که مفاهیم و در واقع ایده ها و ارزش های از پیش تعیین شده در مواجهه با واقعیت کار نمی کنن، از کار می افتن خیلی وقتا. و اینجاست که برای مثال برای فیلسوفی مثل ماکیاولی این میشه که خب ماجرا حقیقت انگار ازلی ابدی نیست، ماجرا بر اثر حقیقتیه که مؤثر واقع بشه. خب ما اینجا حقیقت مؤثر رو پیش کشیدیم، پس میتونیم بگیم حقیقت مؤثر یه جوری بر برابر اون قد علم میکنه، اون کلیاتی که در نهایت تبدیل میشه به ارزش‌های اخلاقیاتی که در نهایت حاکم باید اونها رو رعایت کنه، در پرورش اونها میدونی بکوشد، بخشی از آموزش همین تربیت سیاستمداران میشه. توی در واقع اندیشه ماکیاولی دقیقاً به خاطر وضعیت نیروها در ایتالیای اون دوره زیرا به تمام این در واقع ارزش‌ها و مفاهیم میخوره، اون هم به واسطه همین مفهوم. ما پیش از این گفتیم ماکیاولی انگار در دو ساحت زندگی خودش رو پیش برده، یعنی اگر این جدال میان اشراف و مردم رو، این ستیز رو در نظر بگیریم، دیدیم که از یک سمت به عنوان دیپلمات سالهای سال مثلا نماینده بوده، کار کرده و با خیلی از شخصیت‌های مهم و دورانساز اون موقع ملاقات داشته، گفتگو داشته، و از اون طرف وقتی که مغضوب واقع میشه و به انزوا میفته، حالا بعد از زندان و شکنجه و اینها، همدم مردم کوچه و بازار میشه خیلی اوقات و وقت خودش رو با اون آدم ها توی کافه و نمیدونم قهوه خونه و اینها میگذرونه که گفتیم توی نامه هاش هم اشاره میکنه، حتی به نوع ادبیات این آدم ها اشاره میکنه. این اهمیت داره وقتی که تجربه زیسته همچین متفکری در میفته با ارزش های اومانیستی، اینجاست که خودش رو در قالب جهانی که ماکیاول داره مطرح میکنه نشون میده. توی این لحظه است که میتونیم از چیزی به اون تحت عنوان تنهایی ماکیاولی نام ببریم و این چیزیه که اساساً خود ماکیاولی بهش اشاره میکنه وقتی که صحبت میکنه از تنهایی شهریار. ماکیاولی دائم میگه شهریار تنهاست. چرا این در مورد خودش هم صدق میکنه؟ چون انگار اون هم داره فضای جدیدی رو باز میکنه، اون داره صحنه رو حتی از افلاطون و ارسطو خالی میکنه تا کار رو در واقع فضا رو برای شکل جدیدی از اندیشیدن به سیاست ممکن کنه. بنابراین یک جوری انگار اندیشهش رو میتونیم پاد فلسفه در نظر بگیریم. اما جدایی از اینها، ثمره این در واقع مداخله ماکیاولی توی این اندیشه سیاسی، حالا شکل اندیشه کلاسیک که ماکیاولی باهاش سرشاخ شده و این رویارویی همین عرصه رو باز کرده برای تولید و زایش مفاهیم جدیدی، از جمله حقیقت مؤثر، از جمله خود شهریار، از جمله ویرتو یا بهش بگیم مهارت، هنر، در برابر همونطور که گفتیم اون فضیلت‌های اخلاقی از پیش تعیین شده. این خیلی اهمیت داره. به این معنا تنهایی ماکیاولی از این جهت بود که توی مسیر آفرینش کنشگر به این معنا تنهاست، چون بر اساس الگوهای قبلی که داره تکرار میشه عمل نمی‌کنه. کنشگر داره مسیر جدیدی رو باز می‌کنه.
داره قدم میذاره و یه راهی رو میسازه با قدم گذاشتنش. به این معنا از تنهایی ماکیاولی یا تنهایی شهریار میشه صحبت کرد. این رو در مورد در واقع کسایی که توی سرحداد قرار دارن، کسایی که حالا به یه معنا میدان فعالیت خودشون رو به قبل و بعد از خودشون تقسیم میکنن، همچین ویژگی دارن، یعنی توی اون مسیر تنهاست. میتونی این رو در قالب فرد نبینیم وقتی داریم در مورد شهریار صحبت میکنیم، میتونیم در مورد کنشگران بگیریم یا یه جریان ادبی سیاسی یا چیزی مثل این که دقیقا به خاطر تازگیش، یعنی وقتی صفت تنهایی رو اینجا میاریم به کار میبریم، شاید منظورمون یه جور بار منفی نداره. صحبت از این میکنه که آقا چون تازگی داره، راه تازهیه، اون نیرو توی اون مسیر تنهاست، داره خودش اصلا راه رو میسازه. و این رو هم حالا وصل کردیم به این که آقا چگونه خود اندیشه ماکیاولی اتفاقا این فضا رو باز میکنه، یعنی نوع مداخله ماکیاولی در اندیشه سیاسی از همین جنسه که انگار صحنه رو از بازی افلاطون و ارسطو و خیلی کسان دیگه، سیسرون و بقیه، خالی میکنه و یه شهریار خلق میکنه، یه فردی از آینده، یعنی یه نیروی از آینده. بنابراین میشه گفت کتاب شهریار همواره به یک آینده داره نگاه میکنه. مداخله ماکیاولی رو باید به این معنا فهمید که برای کتاب شهریار جهان یک واقعیت تمام نشده است و همواره چشم به آینده داره. به همین معنی ما نمیتونیم از کتاب شهریار یک نظریه مشخص درباره حالا انقلاب اصلا در بیاریم، در مورد اینکه خب شهریار باید چی کار کنه مشخصا در بیاریم. به این معنی یه جور دستورالعمل نیست، مداخله‌ایه که انگار همواره رو به آینده گشوده باز میمونه و خطابش به نیروی آینده است و به این معنا حتی اختار میده که در این مسیر تنهاست اون نیرو. این خیلی اهمیت داره چون در برابر مفاهیم کلی در واقع جور مبتنی بر جهان تمام شده، جهان در به مثابه یک امر تمام شده، تمامیتی که در پس خود ایده ها هم وجود داره، مشکل با این تمامیت است که میبینیم خب خود کار ماکیاولی هم به عنوان یک اثری که انگار صحبت از یک امر واقع تمام نشده داره، انگار مداخلش هم از این جنسه و دائم داره صحبت از یه جور حدوث میکنه، یه جور پیشامد میکنه، یه جور مواجهه میکنه، در حالی که توی در واقع حالا چه سنتی که توش غایت باشه چا، مسئله همواره مسئله علت نخستین باقی میمونه و مسئله غایت، یعنی شما انگار با حل مسئله خواستگاه همه پرسش ها رو جواب میدی، طبیعیه چون همه ارزش ها دیگه معنا پیدا میکنن. اما این جریان زیرزمینی به ما میگه که فلسفه، یا به یک معنا پاد فلسفه‌ای که این جریان داره به ما معرفی میکنه، نظریه‌ای در باره خواستگاه نیست، بلکه از قضا فلسفه باید درگیری در باره حدوث باشه، در باره پیشامد باشه، در باره کانتینجنسی باشه، نه اندیشیدن و رسیدن به ایده های از پیش موجودی که قرار متر و معیار یا در واقع مخزن منطق بازنمای ما باشن. این فلسفه، این نوع نگاه از همون ابتدا، اصلا شما بگو با همون نظریه انحراف یک اتم، خود ضرورت رو به انقیاد پیش آمد در میاره. چیزی که در فلسفه نیچه هم ما گفتیم وجود داره، اگر بودن، هستی، بینگ فقط یک شکل داره، یک نحوه داره و اونم بیکامینگ، سیرورته، به همین اعتبار ضرورت هم آن چیزی که همینواره ضروریه و نمیشه اصلا کاریش کرد، انگار همین پیش آمد. این مسئله انگار ماتریالیسم مواجهه برمیگرده به همون انحراف کوچیک. هر بار که ما به یک وضعیت تمام شدگی انگار میرسیم، اون ظرفیت انحراف
انحراف اون اتم توی دل اون وضعیت تثبیت شده محفوظه، انگار به شکل یک نطفه درون اون قرار داره و دوباره توی وضعیت جدید با اون انحراف شکل جدید، صورت بندی جدید رو مطرح میکنه. به این معناست که مفهوم پیش آمد، مفهوم مواجهه کمک میکنه که ما از اون منطق غایت و خواستگاه بیایم بیرون. میبینیم که خود همین، حالا این در واقع نوع مداخله‌ای که ماکیاولی در نظریه سیاسی داره انجام میده، یه جور کنشه، یعنی یک جور کنش در ساحت اندیشه است که حالا موادی رو که داره ازش استفاده میکنه میتونیم شناسایی کنیم، سراغ تاریخ نویسان روم میره، یونان میره، خب، و البته لابلای اونها چیز رو پیدا میکنه که از قضا از چشم فیلسوفانی که در جستجوی خواستگاه و اصول ابدی ازلی بودن مخفول مونده بود و اون دقیقا انگار یه جور اولویت، یه جور هستی شناسی مبتنی بر کانتینجنسیه، بر حدوثه، بر یه پیش آمده، یه جور پیش آمده استعلایی.